ای نشستگان در مقابل خانه خدا، بی ایستادگان در مقابل دشمنان خدا دعا کن. پیشرفت‌های چشمگیر علمی در تولید محصولات بازدارنده دفاعی کشور باعث شده مجموعه‌های صنایع دفاعی کشور در معرض تهدیدات و آسیب‌های کشورهای متخاصم و سازمان‌های اطلاعاتی آنان قرار گیرد. بازاریابی امنیتی یکی از مهمترین روش‌های نوین سازمان‌های اطلاعاتی با هدف شناسایی، نفوذ و انجام عملیات‌های خرابکارانه در صنایع دفاعی و نظامی کشور است. در رصد و پایش های صورت گرفته در محیط امنیتی کشور کشف کردید که سرویس جاسوسی موساد با استفاده از شیوه های متفاوت بازاریابی به دنبال جمع‌آوری اطلاعات از شرکت هایی است که با مجموعه های صنایع دفاعی کشور همکاری دارند و در قالب شرکت های پوششی استخدام مدیران و کارمندان شرکت های دانش بنیان را در دستور کار قرار داده، بدون آن که متوجه شوند فعالیت آنها جاسوسی برای سازمان های اطلاعاتی دشمن است. سرویس جاسوسی موساد در این راستا از طریق دلال اطلاعاتی فرانک جنین اقدام به راه اندازی شبکه جمع‌آوری اطلاعات نموده است. فرانک جنین متولد فرانسه، تبعی کشور موناکو، مقیم کشور تایلند. او از سالها قبل به عنوان مدیر فروش یکی از شرکت‌های تأمین کننده قطعات همکاری‌هایی را با تعداد قابل توجهی از شرکت‌های ایرانی و افراد شاغل در آن ایجاد نموده است. فرانک در قامت افسر نشانگر سرویس جاسوسی موساد با هدف آغاز یک پروژه امنیتی کارمندان استخدامی را در سال 1396 به عنوان بازاریاب به یک سمینار در کشور مالزی دعوت و ایشان را به فردی به نام هدریان لاواکس مدیرعامل شرکت بظاهر بین‌المللی معرفی می‌کند. هدریان لاواکس افسر امنیتی موساد متولد سال 1990 میلادی کشور فرانسه. او در سال 2017 میلادی اقدام به ثبت شرکت در کشور سنگاپور نموده است. پس از بررسی های اولیه مشخص گردید شرکت به دور از رویه های مرسوم شرکت های چند ملیتی فاقد هر گونه ساختار اداری منسجم می باشد و صرفا یک شرکت پوششی است. هدف گذاری لاواکس شناسایی و ایجاد ارتباط با شرکت هایی است که در زمینه الیاف کربن، رزین و سایر آلیاژهای فلزی دارای کاربری خاص فعالیت دارند. لاواکس با تعریف و ایجاد ایمیل اختصاصی در بستر سرور متعلق به سازمان اطلاعاتی دشمن و ارائه آموزش‌های اطلاعاتی از طریق پیام‌رسان‌های خاص و همچنین اهدای ابزارهایی از جمله رایانه همراه شروع به جمع‌آوری اطلاعات می‌کند. عاملان اطلاعاتی لاواکس در ایران با حضور در نمایشگاه‌های داخلی و رصد همایش‌های علمی به عنوان یکی از مهمترین بندهای مد نظر اهداف سازمان‌های اطلاعاتی آخرین نیازمندی‌های بدنه دفاعی نظامی را شناسایی می‌کند. هدریان لاواکس در مرحله دوم عاملان خود را با هدف تخلیه اطلاعاتی به دفاتر شرکت‌ها فرستاده تا مدیران عامل، مسئولین فروش و افراد تاثیرگذار را شناسایی نمایند. در رصدهای اطلاعاتی مشخص شد هدریان به منظور طرح‌ریزی سایر اقدامات اطلاعاتی نفرات انتخابی خود را برای ملاقات حضوری به سمینارهای پوششی در کشورهای ترکیه، تایلند، مجارستان، عمان و گرجستان دعوت می‌کند. لازم به ذکر است برگزاری قرارهای امنیتی در کشورهای مختلف و عدم دعوت به دفاتر رسمی شرکت و همچنین ملاقات در هتل‌های مجلل و تأمین هزینه‌های مهمانان از روش‌های مورد استفاده سازمان‌های اطلاعاتی دشمن می‌باشد. اشراف سربازان گمنام امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف در قالب یک سلسله اقدامات پیچیده اطلاعاتی
منجر به شناسایی و نفوذ به شبکه جمع‌آوری هدریان لاواکس گردید که در یک بازه زمانی کوتاه تمامی تحرکات امنیتی سازمان اطلاعاتی دشمن تحت کنترل و در یک فرصت مناسب مورد ضربه اطلاعاتی قرار گرفت. با رصد آخرین قرار اطلاعاتی شبکه جاسوسی، عوامل داخلی دشمن در مسیر بازگشت به کشور دستگیر می شود و به لطف خداوند متعال شبکه جمع‌آوری سرویس جاسوسی دشمن در قالب شرکت که در صدد ضربه به بدنه دفاعی نظامی و اماکن حساس کشور بودند متلاشی گردید که عوامل آن به منظور سیر مراحل مربوطه تحویل مراجع محترم قضایی گردیدند. افتاب افتداری برقرار و استواری با شکوه با سلامت تو همیشه پایداری وطنم پاره تنم ای زادگاه و میهنم در خاک تو بوسه میزنم ایران.